سلام رفقای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اهور امروز اینجام تا براتون یه دستی کارت خفن رو آنباکس کنم و اون مدل چیزی نیست جز بایسیکل بلک تایگر دک. یه دستی کارت فوق‌العاده است. این زمانی که برای بار اول این دستی کارت به بازار ارائه و معرفی شد، تمام نسخه‌های چاپ شده چیزی بالغ بر 5000 تا از این دستی کارت بود که فقط توی 90 ساعت همش فروخته شد. یه دستی کارت بسیار خاصه که ترتیب بندی رنگی نگاتیو داره، یعنی زمینه کارت‌ها به رنگ سفید نیست، زمینه کارت‌ها به رنگ مشکیه و طرح اون به رنگ طرح پشتش به رنگ سفیده. خیلی جزئیات داره، میریم که این دسته رو باز کنیم و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. با من همراه باشید تا این دستی کارت ناب رو باز کنیم و بررسیش. مثل همیشه این تیغ معروف رو میارم و از این کنار میفرستم توی این پوسته. میریم که دست کارت تایگر رو باز کنیم و یه ریویوی خوب ازش بگیریم، ببینیم چی هست کارت اصلا. یکم بد باز شد، ولی اشکال نداره. چیزی که مهمه خود کارت هست. خب جعبه کارت رو باز میکنم. زمانی که این کارت رو من برای دفعه اول دیدم، واقعا تأثیر خیلی زیادی روم داشت و دوست داشتم همیشه یه دونه از این دست کارت رو برای خودم داشته باشم. خب این از جعبه کارتمون که خالی شد و فعلا باهاش کاری نداره. در رابطه با جعبه بگم بهتون که روی خودش عکس یه باب داره، بالاش هم که نوشته بایسیکل، این قسمت هم اسم مدل کارتو نوشته و این دو قسمت لبه پرفورمنس کارتینگ Made in USA The United States Blank Cards Company. این هم همون USPCC هست که نشته و پشتش هم که طرح پشت کارت ها رو داره. این طرح کارت ها. خب میریم که دست کارت رو برگ به برگ مورد بررسی قرار بدیم. برای اینکه تایم ویدیو خیلی نباشه، من نسبت به ویدیوهای قبلی سعی میکنم سریعتر پیش ببرم کار رو. به خاطر همین شروع میکنم از اولین برگ سریع بهتون نشون میدم و میگذرم و میرم سراغ کارتای بعد. خب این کارت رو نمیدونم چیه، این معرف این کارت، آها یه کارت معرفه که نوشته میتونید برای دیدن نمونه های بیشتر به سایت ما illusionist.com وارد شید. این دست کارت بلک تایگر طراحی شده توسط کمپانی ایلوژینست، یک کمپانی آمریکاییه که فعال در زمینه شعبده بازی و کارت‌های شعبده بازی. خب کارت بعدی یک کارت گفه. چه کارت فوق‌العاده‌ای، ببینید یک کارت زیرخاکی به نظر میاد. از این کارت‌ها میشه استفاده‌های ویژه‌ای کرد. مثلا میتونید این کارت رو روی جعبه بذارید و باش یه سری اجرای خاص انجام بدید. کلن گف کارت ها به منظور اجرای شعبده بازی و تردستی ساخته میشه و با خلاقیت خودتون میتونید اجراهای ویژه‌ای رو از توشون بیرون بکشید. خب این از اولین کارتمون. پشتش هم یه سری توضیحات نوشته که اشاره داره به همون سایت ایلوژنیست. خب میریم کارت بعد. کارت بعدمون واقعا چه طراحی شیک و زیبایی داره. ببینید تست فن با کولاک میکنه این دست کارت. واقعا جنس کارت ها لیزه با توی... ببینید روی زمینم که میذارمش این لیز بودنه حس میشه. ببینید با دو انگشت کامل یه سیرکل رو به وجود میاره. خب اولین کارتمون کارت
تک دل هستش. فکر کنم رسیدیم به کارت های اصلی. بذارید از این ور پیش بریم ببینیم کارت ها چیه. خب جوکر رو داریم اینجا. هر دو جوکر کپی پیست عین همه و برای بازی های شعبده میتونید از این جوکر استفاده کنید چون که دقیقا عین همه. کارت بعدی تک پیک، پر امتیازترین کارت دسته پاسو. یه طراحی واقعا خیره کننده داره این. فکر میکنم توی نور شب حالت بلک لایت داشته باشه. باید اینو تست کنم، اگر که همچین قابلیتی داشته باشه حتما توی عکسای مربوط به مدل بلک تایگر عکساشو میذارم که بتونید ببینید. خب کارتای اعدادمون همه با زمینی مشکیه. میرسیم به کارت صورت. اینجا سربازو داریم، بی بی و شاه. رنگ خاله پیک به رنگ سفیده، دقیقا نگاتیو. توی کارتای معمولی پوزیتیف هست، شما پیک رو به رنگ مشکی میبینید، این نگاتیو اون کارتای اصلی هستش و پیک به رنگ سفیده، زمینه کارت به رنگ مشکی. میرسیم به خاله خشت. من تکش رو جدا میذارم اینجا. خب رسیدیم به کارت چهره، سرباز، بی بی و شاه. و در نهایت میرسیم به خاله گشنیز، شاه، بی بی، سرباز و اعداد کارت. اینم از تک گشنیزمون کنار میذارم. خب اینم که یه چیه؟ دله کامل، شاه، بی بی، اینم سر. واقعا تاثیر ویژوالی داره، یعنی بخواید بهش نگاه کنید بعد از یه مدت که به اطراف نگاه میکنید رنگا رو یه جور دیگه میبینید، یه حالت خوبی داره. اینم که از پشت کارت، خیلی عالیه این دسته کارت. من واقعا پیشنهاد میکنم این دسته کارت ساخته شده، یادم رفت بگم، دسته کارت ساخته شده برای حرکات نمایشی، کاردیستری و افکت های تردستی. یعنی چیزی که شما برای اون اجرای خودتون نیاز دارید این دسته کارت توی خودش داره، هم از لحاظ طیف رنگی که داره و نوع طراحیش خیلی خیره کننده هست و هم از لحاظ جنس و کیفیتی که روی کارت ها اجرا شده. و گف کارت هایی هم که روش بود دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیذاره، خیلی راحت میتونید با این کارت ها اجرای عجیب غریبی رو برای مخاطبتون داشته باشید. خب اینم از آنباکس دست کارت بلک تایگر. امیدوارم که مورد پسندتون بوده باشه و خیلی خوشحال میشم اگر نکته ای رو من توی کلیپ ها فراموش میکنم بهش اشاره کنم، به من بگید که توی فیلم های جدید حتما اونا رو براتون ضبط کنم و رعایتشون کنم. خیلی خوب میشه که ما رو توی شبکه های اجتماعی، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و غیره دنبال کنید و یادتون نره بهترین حمایت شما از ما همین لایک کردن و دنبال کردنه. خیلی دوستتون دارم، به امید دیدار. خدایا رو نگهدارتون.